یک شاخ گل، برنامه شماره 44. صحبت ما از یکی از دانشمندان به نام ایران است که مورد توجه و احترام شاه عباس بزرگ بوده و گاهی اشعاری نغز می سروده. نامش بهاءالدین عاملی است و به شیخ بهایی مشهور. شیخ بهایی علاوه بر کتابهایی که در ریاضی و نجوم نوشته، دو مثنوی دارد، یکی موسوم به نان و حلوا، دیگری شیر و شکر. این بار چند بیتی از غزل مشهور او را می شنوید. جفایت شکوه نکردم تا بیا تا دور تو گردم، های ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی. یکی موسی شبی من در مناجات، یکی جارو کش می 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 خانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم تا بیا تا دور تو گردم، های ای آهوی من آهوی من، بزن چرخی نشین جان جان روی زانوی من. جفایت شکوه نکردم تا بیا تا دور تو گردم، های ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمی گردد دیگر جهانی. تا
کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم بود از هر مژه چون سیل روانه. هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. Thank you.
هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. فایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم، های ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی. یکی موسی شبی من در مناجات، یکی جارو کش می 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 خانه باشیم. گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، های ای آهوی من آهوی من، بزن چرخی نشین جان جان روی زانوی من. گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی دی 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 داره یاره. گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، های ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمی گردد دیگر جهانی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 44 بود.